سرخط مهمترین خبرهای امروز، یک تاجر در ولایت بلخ ربوده شد. حادثه ترافیکی در کاپیسا جان یک دختر 7 ساله را گرفت. نیروهای کماندوی جبهه مقاومت ملی طوفان برپا کردند. درود و سلام عزیزانی را که همکنون کانال ما را بیننده هستند. مشروع خبرها، یک تاجر در بلخ ربوده شد. 16 جوزا، 8 صبح کابل. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از ربوده شدن یک تاجر و رئیس شرکت تولیدی تاج طلایی خبر می دهند. این منابع می گویند که افراد مسلح ناشناس، خواجه صدیق صدیقی رئیس شرکت تولیدی تاج طلایی و فعال در عرصه واردات تولید گوشت مرغ را قبل از ظهر روز دوشنبه 16 جوزا ربوده اند. در همین حال محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی های امنیتی طالبان در بلخ با تایید این رویداد میگوید که آقای صدیقی صبح امروز از سوی آدم را بیان مسلح از مربوطات حوزه 4 امنیتی ربوده شده است. با گفته او، زمانی که صدیقی دختر 5 ساله خود را به مکتب می برده از ساحه چوک بابا یادگار ربوده شده است. تا کنون سرنوشت این بازرگان خبری در دست نیست. این در حالی است که امروز یک سراغ در شهرهای کابل، بلخ در مربوطات ولایت سمنگان از سوی دزدان مسلح با ضرب گلوله به قتل رسیده است. در همین حال حادثه ترافیکی در کاپیسا جان یک دختر 7 ساله را گرفت. 16/14/1. مسئولان محلی طالبان در کاپیسا میگویند که یک دختر 7 ساله در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مرکز این ولایت جان باخته است. این رویداد حوالی ساعت 5 عصر دوشنبه 16/16 در روستای رحمان خیل از مربوطات مرکز کاپیسا به وقوع پیوسته است. عبدالفتاح فاید، مسئول مطبوعات فرماندهی امنیتی طالبان در کاپیسا، گفت که این کودک را هنگام عبور از جاده یک اراد موتورسایکل زیر گرفته و در نتیجه جان باخته است. او دلیل وقوع این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کرده است. به احتیاطی رانندگان، خرابی و کم عرض بودن جاده ها همواره از باشندگان و ویژه کودکان شمال کابل قربانی می گیرد. همچنان این در حالی است که صابر امیری در صفحه رسمی تویتر خود می نگارد: فرمانده امین و کماندو فرمانده جنگ امشب. طالبان ساعت 12 ظهر از چندین استقامت بالای نیروهای دلیر مقاومت ملی در روستای تنبنه و دهکده 4 هجوم بردند. جنگ تا ساعت 9:30 شب طول انجامید. آمار ابتدایی نشان می دهد که دشمن به چندین کشته و زخمی هایش اطلاع در دست خداوند یار و یاورتان فرمانده. در همین حال عبدالحسیب نبرد می نگارد: کماندوهای جبهه مقاومت ملی امشب در پنجشیر خواب را از چشمان طالبان هلمندی و پیشمرگه های بدخشانی دور کردند. تلفات سنگین امشب برای دشمن ها وارد شده است. 21 تن از نیروهای طالبان امشب در نبرد با نیروهای جبهه مقاومت ملی در چند قسمت از پنجشیر کشته شدند. تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.